خب دوستان، با توجه به اینکه دیگه خیلی کم وقت داریم هم برای شاهنامه هم برای مثنوی، خیلی سریع میرم سراغ داستان. یادتون باشه اون لحظه بود که بارمان در واقع میخواست بره به جنگ و از افراسیاب اجازه میخواست و اغریرث میگفت که اگر بارمان بره و کشته بشه و این خیلی ما به اصطلاح دست به دندان باید انگشت به دندان باید بگذیم و باید یه فردی که معروف نیست بره که اگر شکست خورد روحیه سپاه خراب نشه. و بعد خیلی عصبانی شد افراسیاب از این مشورت اغریرث و گفت که تو باشی، خطاب به بارمان، تو باشی بران انجمن سرفراز، به انگشت و دندان نیاید نیاز و پیروز میشی. و این توصیه اغریرث رو در واقع قبول نکرد و نپذیرفت. بشد بارمان تا به دشت نبرد، سوی قارن کاوه آواز کرد که از این لشکر نوذر نامدار که داری که با من کند کارزار. نگه کرد قارن به مردان مرد، از آن انجمن تا که جوید نبرد. و قارن فکر میکرد که الان برگرده به طرف سپاهیانش، ده ها جوان دستشون رو بالا میگیرن و داوطلب میشن که با بارمان بجنگن. و خب و اینجوری نبود، اینها در واقع از بارمان ترسیده بودن. نگه کرد قارن به مردان مرد، این مردان مرد مثل همون منلیمن هست که تو انگلیسی بکار میره، از آن انجمن تا که جوید نبرد. کس از نامدارانش پاسخ نداد، مگر پیرگشت دلاور قباد. و برادر خود در واقع قارن، یعنی قباد که برادر بزرگتر قارن بود و پیرم بود، اون تنها داوطلب بود. دژم گشت سالار بسیار هوش، ز گفت برادر برآمد به جوش. ز خشمش سرشک اندر آمد به چشم، از آن لشکر گشنو بود جای خشم. واقعا هم جای عصبانیت بود از اون لشکر گشن، یعنی لشکر انبوه، همین یک پیرمرد فقط. که چندان جوان مردم جنگ جو، یکی پیر جوید همی جنگ اوی. دل قارن آزرده گشت از قباد، میان دلیران زبان برگشاد. یعنی به درد آمد، نه آزرده گشت. آزرده گشت اینجا یعنی به درد آمد. از قباد میان دلیران زبان برگشاد که سال تو اکنون به جای رسید، که از جنگ دستت به باید کشید. یکی مرد آسوده چون بارمان، آسوده یعنی فارغ بال، خاطر جمع، یه آدمی که اینجوری اومده اون وسط وایستاده و مطمئنه که کسی به جنگش نمیره و خیالش راحته، حالا هر کدوم هم بیان سرشون میبره. یکی مرد آسوده چون بارمان، جوان و گشاده دل و شادمان. سواری که دارد دل شیر نر، همی برفرازد به خورشید سر. توی مایه بر کت خدای سپاه، از این طرف از اون طرف اون، از این طرف تو. توی مایه بر کت خدای سپاه، همی بر تو گردد همی رای شاه. تو نباشی شاه با کی مشورت کنه؟ به خون گر شود لعل ریش سپید، شوند این دلیران همه ناامید. شکست اندر آید بدین رزمگاه، پر از درد گردد دل نیک‌خواه. نگه کن که با قارن رزم زن، چه گوید قباد اندر آن انجمن. چون این داد پاسخ مر او را قباد، که این چرخ گردان مرا داد داد، یا مرا داد داد. ولی من فکر میکنم که باید مرا داد داد بخونیم، یعنی اولی داد به معنی دادگری، عدالت، و دومی دادن، که این چرخ گردان مرا داد داد. یعنی چی؟ که این چرخ گردان مرا داد داد، یعنی من به قدر کافی زندگی کردم، یعنی روزگار به قدر کافی به من مرحمت داشته،
من عمرمو کردم، من میتونستم تو جوانی بمیرم و روزگار به من داد داد، با من مهربان بود و کاری کرد که من در این همه لشکرگاه ها که نیزه ها از بیخ گوشم رد شدن و شمشیرها از جلوی چشمم عبور کردن زنده موندم. پس روزگار داد من رو داده، من هم باید داد روزگار رو بدم. چون این داد پاسخ مرو را قباد، که این چرخ گردان مرا داد داد. بدان ای برادر که تن مرگ راست، سر رزم زن سودن ترگ راست. زگاه خجسته فریدون، زگاه خجسته منوچهر، باز از امروز بودم دلندر نیاز. میگه من از زمان منوچهر، نوذر که حالا پسر منوچهره هیچ، ولی از زمان پدر این منتظر مرگ بودم. زگاه خجسته منوچهر باز از امروز بودم دلندر نیاز. منتظر سلام، منتظر روزی بودم که سلام کنم، منتظر روزی بودم که در واقع بجنگم و به خاطر نبرد کشته بشم. ادامه میده: کسی زنده بر آسمان نگذرد، شکار است و مرگش همین بشکرد. و بعد در ادامه میگه: مگر حالا کسی زنده مونده که قرار من زنده بمونم؟ چرا نگران من هستی؟ جوانان میمیرن، چرا صد به پیران؟ پیران که قطعا میمیرن. میگه کسی زنده بر آسمان نگذرد، شکار است و مرگش همی بشکرد. معلوم میشه همون موقع من به هر حال شکار بیشتر معطوف به پرندگانه. اگر یادتون باشه توی چیز هم وقتی که زال هم رفت برای عاشقی، یعنی در واقع ماجراهای عاشقیش تا شروع شد، در واقع رفته بود برای شکار پرنده ها تو رودخانه هیرمند. کسی زنده بر آسمان نگذرد، شکار است و مرگش همین بشترد. یکی را برآرد به شمشیر هوش، بدانگه که آید دو لشکر به جوش. تنش کرکس و شیر درنده راست، سرش نیزه و تیغ برنده راست. یکی را به بستر. پس ببینن اون یکی را برآرد به شمشیر هوش، باید بخونیمش تا برسیم به یکی بعد. یکی را برآرد به شمشیر هوش، یکی را به بستر برآید زمان. همی رفت باید زبون بیگمان. زبون اینجا یعنی به تمامی، استثنا نداره. اگر من روم زین جهان فراخ، برادر به جای است با برز و شاخ. یکی دخمه خسروانی کند، پس از رفتنم مهربانی کند. سرم را به کافور و مشک و گلاب، تنم را بدان جای جاوید خواب. جای جاوید خواب یعنی گور یا ستودان یا دخمه. پس تنم را دخمه میکنه، میبره در دخمه ای. یکی دخمه خسروانی با احترام کند، پس از رفتنم مهربانی کند. سرم را به کافور و مشک و گلاب شستشو خواهد داد، تنم را بدان جای جاوید خواب. سپار ای برادر. پس ببینه این فعل، این جملات که حذف شده، الان فعل جمله داریم تو بیت بعدی میبینیم. سرم را به کافور سپار، سرم را به مشک بسپار، به گلاب بسپار، تنم را بدان جای جاوید خواب بسپار. حالا فعل جمله است. سپار ای برادر تو پدرود باش، همیشه جهانتار و تو پود باش. انسجام این جهان امیدوارم با تو باشه وقتی من نیستم. بگفتین و بگرفت نیزه به دست، به آوردگه رفت چون پیل مست. چون این گفت با رزم زن بارمان، با رزم زن یعنی با قباد،
چنین گفت با رزم زن بارمان که آورد پیشم سرت را زمان. زمان یعنی مرگ. مرگ سر تو را پیش من آورد. یا زمان یعنی زمان مرگ، زمان مردن، لحظه مردن. ببایست ماندن که خود روزگار همی کرد با جان تو کارزار. میگه حالا پیر مرد برای چی اومدی جنگ؟ میموندی هم چند روز دیگه بعدش میمردی. بینه داره تمسخرش میکنه، میگه تو که همینجوری هم وایساده بودی میمردی چند روز دیگه، برای چی حالا عجله داری برای مردن؟ میگه ببایست ماندن، میگه چرا اومدی به جنگ، که خود روزگار همی کرد با جان تو کارزار. به زودی روزگار تو رو میکشت. چون این گفت مر بارمان را خوباد که یک چند گیتی مرا داد داد. میگه یه عمری که من کردم دادی بوده که روزگار به من داده. اینجا در واقع پاسخ دندان شکنیست به بارمان، به این معنیست که من لیاقت زنده ماندن داشتم که پیر شدم، و معلوم نیست که تو این لیاقت رو داشته باشی، معلوم نیست که تو روزگار به تو داد بده. چون این گفت مر بارمان را خوباد که یک چند گیتی مرا داد داد. به جایی توان مرد کاید زمان، نپاید زمان یک زمان بی گمان. خب این باور در بین ایرانیان همیشه بوده، هنوزم هست. ایرانیان خیلی این رو تکرار میکنن، فکر میکنن که لحظه مرگ محتومه. ایرانیان فکر میکنن زمان مرگ تغییر نمیکنه. گمان میکردن همیشه هر کس یه سرنوشتی داره و مهمترین برگ اون سرنوشت روز مردنش هست و این برگ رو نمیتونه عوض کنه. هر کاری میتونه بکنه الا تغییر این قضیه. نه جای مردن رو، نه زمان مردن رو نمیشه عوض کرد. خب یه خورده مثلا یه جاهایی با زندگی های ما تناقض پیدا میکنه. مثلا وقتی میریم دکتر، خب خیلی وقتا هم دیدن که یک کله شقی تو ایرانی ها، خیلی ها ایرانی ها هست که دکتر نمیرن و فکر میکنن که در واقع مرگ تعیین شده است، از قبل معلومه، پس دکتر اینجا چه کار هست؟ بعد با آدم ها برای که این کله شقی اینا رو بشکنن میگن خب بالاخره آرامشی، ترس مسکنی، بالاخره اینا که هست، درد که هست، حالا مرگت جا به جا نمی کنن، بالاخره زندگیتی که بس کوالیتی تایم که میتونم بهت بدن حداقل. و این کله شقی تو بعضی‌ها یه خورده میخوابه و میرن دکتر. و این در واقع مقاومت همیشه در بین ایرانیان بوده که انگار لحظه مرگ رو نمیشه عوض کرد. و ببینین اینجا چیز هم داره، در واقع قباد هم داره به بارمان همین میگه، میگه به جایی توان مرد کاید زمان، نمیشه یه جای دیگه مرد، نپاید زمان یک زمان بیگمان. یک لحظه هم به تو فرصت نمیده. بگفت و برانگیخت شبدیز را، نداد آرمیدن دل تیز را. ز شبگیر تا سایه گسترد هور، همی این بران آن برین کرد زور. خیلی صبح زودی بود و تا کاملا خورشید اومد تو آسمون اینا با هم دیگه کلنجار داشتن و همی این بران آن برین کرد زور. به فرجام پیروز شد بارمان، به میدان جنگ اندر آمد دمان. یکی خشت زد بر سرین قباد، که بند کمرگاه او برگشاد. ز اسپ اندر آمد نگونسار سر، شد آن شیردل پیر سالار سر. پیر سالار سر رو اگر به اقتضای توالی یا ترتیب و توالی کلمات بخوام بگیریم، میتونیم بگیم پیری که سر بزرگی داشت، یا سر با پر افتخاری داشت، یا سری در سرها داشت. ولی به نظر من این درست نیست. پیر سالار سر در واقع سالار پیر سر، و اینجا در واقع جابجایی یا توالی به هم ریخته. و پیر سالار سر در واقع منظورش آن سالار مو سپید، سپید موی
پیرسر. پیرسر یعنی سپیدمون. ز اسب اندر آمد نگونسار سر، شد آن شیر دل پیر سالار سر. بشد بارمان نزد افراسیاب، شکفته درخسار با جاه و آب. یکی خلعتش داد کن در جهان، کس از کهتران نستد و نزمهان. دو لشکر به سان دو دریای چین، چونو کشته شد قارن رزمجوی. یعنی چونو یعنی چون قباد. چون قباد کشته شد قارن رزمجوی، سپه را بیاورد و بنهاد روی. روی نهادن یعنی حمله ور شدن. و دیگه دستور حمله جمعی داد، یعنی حرکت کردن به سمت سپاهیان افراسیاب. و افراسیاب منتظر این لحظه بود در واقع. چندین بیت اولش رو کرد شرایط رو گفتن، توضیح دادن چه جوریه، چندین بیت از رسول اینا رو گفتن. یه دفعه توی آدم انتظار داره که مثلا حالا جنگ شون از توصیف بکنه، یه دفعه یه جوری میگه پیروز شد بارون، تموم شد رفت. خاص خاصی داشته از این؟ نه ببینن، جنگ هنوز شروع نشده. جنگ همون دو نفر رو بیدن. بله، فقط این دو نفر با هم درگیر شدن. در و دو نفر اول کل این طول و تفسیر و شرایط و رجسونه بیدیشون میگه. بله خب ببینه، اتفاقا حتی یه مصرعی داره، حتی یه بیتی داره تو همین تیکه، یه بیتی داره که میگه که مثلا خشت رو یا نیزه رو به سرین قباد زد و اون کمرگاهش رو از هم گسست. همین هم حتی سخت گفتنش، یعنی در واقع فردوسی بیش از این نمیخواد عجزه یا ذلت و خاری قهرمانان داستانش رو به رخ ما بکشه. در این جنگ در واقع سپاه به اصطلاح قارن از من رفته، کشته شده. همین قدرم که اتفاقا داره میگه فشار زیادی رو اعصابه. ببینن میگه که یکی خشت زد بر سرین قباد، که بند کمرگاه او برگشاد. یعنی استخونهای کمرش از هم پاره شدن، دریدن. همین صحنه صحنه بسیار دردناکیه و فردوسی به نظرم همینقدر هم که داره مایه میذاره تو توصیف، سخت تحت فشاره، یعنی الان اعصاب فردوسی که ما که من خودم هم سریع از روی رد شدم به خاطر که سخت برام که ببینم که قباد چنین میمیره. حالا اگه برعکس بود، یعنی بارمان داشت تحت فشار، فردوسی کشش میداد و ما هم کشش میدادیم. این طبیعت در واقع جانبداری تو، بعد شما ناکنه جانبداری رو ناکنه تو کلام فردوسی میگه ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. چون فرق چقدر هست بین این دوتا؟ ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار، یعنی اسفندیار میمیره، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. هر دوتا در واقع یه گزاره هستن. ببینیم اسب او تنها برمیگرده یا اسب او تنها برمیگرده. ولی به اصطلاح این کلمات اینجا نگاه کنه چقدر جانبدارانه هست به نفع رستم. البته فردوسی تازه در گزارشش گزارش جانبدارانه به اون معنی نیست. یعنی شما اگر تو ادبیات حماسی دور بزنید میبینید که از قضا فردوسی آنچنان هم جانبدارانه سخن نمیگه، یعنی جانب دشمن رو هم میگیره، برای دشمن هم وقار قائله، برای دشمن هم شان قائله. ولی علی حال به نظرم همینقدر هم داره همت میکنه که میگه که نیزه رو کرد تو سرین آقای چیز قباد، جوری که بند کمرگاهش از هم دریده شد و گسست. بله میگه بشد بارمان نزد افراسیاب، شکفته درخسار با جاه و آب. یکی خلعتش داد کن در جهان، کس از کهتران نستد و نزمهان. چون او کشته شد قارن رزمجوی، سپه را بیاورد و بنهاد روی. دو لشکر به سان دو دریای چین، تو گفتی که شد جنب جنبان زمین.
وزان روی کرسیوز پیلتن از آواز اسپان و گرد سپاه نخورشید تابید روشن نما درخشیدن تیغ الماسگون شده لعل و آهار داده به خون به گردن درون همچو ابری پراب که شنگرف بارد بر او آفتاب. این ببینن توصیف رو ببینن اینجایی که دیگه در واقع جانبدارانه نیست و در واقع توصیف صحنه است. ببینه چقدر شکوهمنده. از آواز اسبان و گرد سپاه نخورشید تابید روشن نه ماه درخشیدن تیغ الماسگون شده لعل و آهار داده بخون. ببینن آهار یک به اصطلاح ماده بوده که مثلا از ختمی میگرفتن، از کتیرا می گرفتن، از مثلا نشاسته می گرفتن، مثلا از سیب زمینی هم میشه آهار. من یادم هست که مادر من سیب زمینی می جوشون نشاسته می گرفت آهار درست می کرد و آهار رو به پارچه می زدن و به کاغذ و پارچه ای که آهار داشت همچی شق و رق و سفت وای می ستاد، یکم تلعلو داشت و برای مثلا خطاطی از جمله قدیما که این کاغذهای خیلی خوب مرغوب نبود، برای خطاطی کاغذ را آهار می‌زدند که روش بشه خوش خوب تند روان نوشت. حالا نها کنن این به خون آهار زده بودن، نها کنن میگه درخشیدن تیغ الماسگون، تیغی که تو آسمون می‌درخشید شده لعل. تیغ ها تو آسمون داشت قرمز می‌درخشیدن، آهار داده به خون به گردن درون همچو ابری پر آب. ابر که مثل گرد ببخشن که مثل یه ابر پر آبی شده بود از شدت رفت آمده شمشیرها که شنگرف بارد بر او آفتاب. شنگرف یعنی سلفور جیوه و قرمز خیلی شدیده، قرمز خیلی که رنگ از خودش میده، مثل زعفرون دیدن چقدر رنگ از خودش میده، شنگرف هم همینجور. و شنگرف رو در نقاشی و رنگرزی در واقع ازش استفاده میکرد. شنگرف سلفور طبیعی جیوه است، یعنی توی طبیعت همینجوری پیدا میشه و میگه که انگار که این ابر قرار بود شنگرف بباره، خون میبارید از غباری که بالای سر سواران بود. پر از ناله کوس شد مغز میخ، پر از آب شنگرف شد جان تیغ. به هر سو که قارن برفکند اسب، همی تافت آهن چو آذرگشسب. آذرگشسب یکی از آتش‌های سگانه و بزرگ ایرانیان پیش از اسلام بوده که در واقع لغتش یعنی گشنسب، یعنی در واقع همون گشن هست، در واقع همون گشن گفتیم که به معنی انبوه یا به معنی در اینجا به معنی جهنده، نر در واقع، آتش جهنده، آتشی که فروزنده هست. همین که آذرگشسب در واقع آتش خاص بزرگان و به اصطلاح امرا و سلاطین بوده، چون همه این آتش هر کدوم از این آتش ها به یه سری از طبقات اجتماعی تعلق داشتن. به هر سو که قارن برافگند اسب، همین تافت آهن چو آذرگشسب. تو گفتی که الماس مرجان فشاند. مرجان ساقه در واقع مرجان دریایی است. مرجانی که تو دریا هست، همین در واقع مرجان هایی که ما میبینیم و توی تصاویر هست، اینا یه ساقه دارن که یه کمم سرخ رنگه. اون ساقه سرخ رنگ مرجان رو وقتی که اینا میبردن به ساحل، از اون ساقه یک دوری، یک ماده دستلا بگن منظورم مادنم یک جوازین آفرین زینتالات گرانبهای ازش تولید میشه. یاقوت لب لعل تو مرجان مرا قوت، یاقوت نه هم نام لب لعل تو یاقوت. یه بازی زبانی داره میکنه بین یاقوت و مرجان. حالا اینجا مرجان به معنی جان من است، ولی یه بازی زبانی داره میکنه به خاطر او قرمز و اونم قرمز، منتها یاقوت خیلی قرمزه، مرجان یکم قرمزه. به هر حال میگه که ناکنن میگه تو گفتی که الماس مرجان فشاند.
الماس یعنی شمشیر. میگه تو میگفتی فکر میکردی که دارن شمشیرها ازشون خون میپاشه. چه مرجان که در کین همی جان فشاند. ز قارن چو افراسیابان بدید، بزد اسب و لشکر سوی او کشید. یاد مرحوم خانم جوادی هم بخیر که الان با من دعوا کنن بگن این صحنه های نظامی رو تو چرا اینقدر وصف میکنی تحت دست کنی. من حاضر از دارشیرشون باشم. خیلی دیگه میریم تو صحنه خونه. بله. یکی رزم تا شب برآمد ز کوه. تقصیر من نیست، تقصیر فردوسی. بله. وقتی میگن که به فردوسی گفتن که تو که عربی به کار نمیبری چرا میگی که قضا گفت گیر و قدر گفت ده، فلک گفت احسنت و مه گفت زه. احسنت که عربیه. خب من که نگفتم، فلک گفت. حالا من نگفتم، اینا رو فردوسی. یکی رزم تا شب برآمد ز کوه، بکردند و نامد دل از کین ستوه. چو شب تیره شد قارن رزم خواه، بیاورد پیش دهستان سپاه. پس تا شب جنگیدن و شب قارن اومد جلوی در واقع دهستان و حصاری که شاه هم داخل اون حصار بود و در واقع جلوی اون حصار حداقل خیمه زده بود تا اونجا که یادم میاد. و اومدن دهستان، اسم همون شهری که اون منطقه بود. بر نوذر آمد به پرده سرای، ز خون برادر شده دل ز جای. ورا دید نوذر فرو ریخت آب، از آن میجه سیر نادید خواب. نوذر هم که خواب تمام اون شب تا صبح بیدار بود و مجه هایی که سیر نخوابیده بودن و شروع کرد نوذر گریه کردن. چون این گفت که از مرگ سام سوار، ندیدم روان را چون این سوگوار. میگه اونقدری که برای برادرتو ناراحت شدن، برای سام ناراحت نشد. چو خورشید بادا روان قباد، تو را از این جهان جاودان بهره باد. یعنی بقای عمر تو باشد، تو را از این جهان جاودان بهره باد. ببینه این تعریفایی که ما میکنیم چقدر سابقه داره. بپرورد و ز مرگ من چاره نیست. بپرورد یعنی روزگار یا خدا یا آفریدگار، هرچی که بگیریم، ما را بپرورد و ز مرگ من چاره نیست. زمین را جز از گور گهواره نیست. چون این گفت قارن که تا زنده ام، تن پرهنر مرگ را دادم. پرهنر یعنی کسی که در جنگ و جنگاوری همه اون اسکیلای لازم، اون تجارب لازم رو اندوخته و میگه من در واقع در زندگیم هم هر چه که بنا بوده بدونم یاد گرفتم، به خاطری که تن به مرگ دادم. فریدون نهاد این کلاه بر سرم، میگه کلامم فریدون بهم داده، که بر کین ایرج زمین بسپرم. هنوز آن کمربند نکشادم. میگه کمربندی که زمان پدر بزرگ تو، جد اعلای تو که فریدون باشه، پوشیدم که کین خواهی ایرج بکنم، هنوز اون کمربند رو باز نکردم. یعنی هیچ وقت از لباس نظامی خارج نشدم. معروف هست که میگن که شریکای کوبایی، حالا از یه حرفایی که میزنن، حالا من نمیدونم چقدر درسته یا نه، چقدر شاهنامه‌ای و اسطوره‌ای و اینا هست، اینا شلوارشون که میکندن، شلوارشون وای میستاده نمیافتاده، اینقدر گل و لای و خار و خاشاک و اینها بشه. میگه من خلاصی کمربند باز نکردم. همان تیغ پولاد ننهادم، برادر شد آن مرد سنگ و خرد. سرانجام من هم بر این بگذرد. انوشه بزی، یعنی جاودان زنده باش. انوشه بزی تو که امروز جنگ به چنگ اندر آورد پور پشن. میگه زنده باشی که امروز پور پشنگ بر ما پیروز شد. وقتی که میخواد یه خبر بدی به شاه بده، اول عمر جاودان برای شاه میخواد. چو از لشکرش گشت لختی تباه، از آسودگان خواست چندی سپاه. میگه سپاهشون زیاد بود،
وقتی که ما سپاهیان اونها رو نابود کردیم، تازه قوای کمکی خواستن و قوای کمکی آمد. مرا دید با گرزه گاوروی، بیامد به نزدیک من جنگجوی. به رویش بران گونه اندر شدم که با دیدگانش برابر شدم. یکی جادویی ساخت با من به جنگ، که با چشم روشن نماند آب و رنگ. میگه من نمیدونم چه جادویی کرد که یک دفعه هوا تاریک شد. میگه اینقدر رفتم تو صورتش که با او با چشماش برابر شدم، چشم من بود و چشم او، و نمیدونم چه کرد که هوا تاریک شد. شب آمد جهان سر به سر تیره گشت، مرا بازو از کوفتن خیره گشت. تو گفتی زمانه سرایت همی، هوا زیر خاک اندر آید همی. ببایست برگشتن از رزمگاه، که گرد سپه بود و شب بود سیاه. میگه دیگه من نمیتونستم ادامه بدم. برآسوده شد لشکر از هر دو روی. خب اینجا دیگه گزارش چیز تموم شده، گزارش آقای قباد قارن ببخشن تموم شده و دیگه حالا داره خود فردوسی ادامه ماجرا رو، ادامه داستان رو توضیح میده. میگه برآسوده شد لشکر از هر دو روی، برفتند روز دوم جنگجوی. رده برکشیدند ایرانیان، چنان چون بود ساز جنگ کیان. چو افراسیاب آن سپه را بدید، بزد کوس رویین و صف برکشید. چنان شد ز گرد سواران جهان، که خورشید گفتی شد اندر نهان. دهاده برآمد ز هر دو گروه، بیابان نبود هیچ پیدا ز کوه. دهاده یعنی بگیر و ببند و جنگ و گریز و بریم جلو و مردین بیاین جلو و این فریادهای در حال جنگ و طلب جنگ و طلب دعوا از طرفی به معنی دهاده هست، از طرفی هم اصلا خود ضربه زدن و زخم زدن هم به معنی دهاده هست. یعنی در واقع یکی بزنی یکی بخوری میشه دهاده. بله چیزی گفتم ببخشید. زد و خورد. بله. دهاده برآمد ز هر دو گروه، بیابان نبود هیچ پیداز کوه. برانسان سپه در هم آمیختند، چو رود روان خون همی ریختند. به هر سو که قارن شدی رزم خواه، فرو ریختی خون ز گرد سیاه. کجا یعنی هر کجا، کجا خواستی گرد افراسیاب، همه خون شدی دشت چون رود آب. ببین فردوسی اینجا لنزش رو در واقع خیلی میبره، یه دفعه میبره بالا. تا حالا وقتی داشت از قول در واقع قارن حرف میزد، در واقع خیلی نزدیک بود، حتی یه جای چشما مقابل هم بودن توی توصیف. یعنی اینقدر نزدیک بودن که آدم احساس میکرد خودش الان ممکن تیر بخوره یا گرز بخوره تو سرش. ولی الان فردوسی فاصله گرفته، رفته بالا و داره از ارتفاع زیادی لشکر رو میبینه و میگه که این لشکر دهاده بود. دهاده اصلا خودش لنز عقب میخواد، یعنی در واقع آدم از جلو نمیتونه دهاده رو ببینه، دهاده رو باید از لنز عقب خیلی دور ببینه. و بعد میگه که این وسط دو تا نقطه مهم بود، اون نقطه‌ای که قارن داشت میرفت و اون نقطه‌ای که افراسیاب داشت میرفت. هر جا که قارن بود خیلی اتفاقات داشت میافتاد و از اون طرف مقابلم یه جای افراسیاب داشت میرفت. فکر کنید دو تا لشکر از دو تا نقطه در هم پیچیده بودن و داشتن میجنگیدن. نگاه کنید میگه که به هر جای، شماره رو بگن، 231 229. برانسان به هر سو که قارن شدی رزمخواه، فرو ریختی خون ز گرد سیاه. کجا یعنی هر کجا خواستی گرد افراسیاب، گرد افراسیاب بلند میشد، همه خون شدی دشت چون رود آب. دو تا نقطه رو داره در واقع تو این جمعیت میبینه.
سرانجام نوذر ز قلب سپاه بیامد به نزدیک او رزم خواه، یعنی به نزدیک افراسیاب. کجا اینجا که نیست که بلند شد گرد افراسیاب که خواست؟ خب که او وقت احتیاج به یه جمله پایه داره، یعنی جمله پیرو اگر بگیریمش پیروی یه پایه ای باید باشه. یعنی شما جمله قبلی رو میگیرین پایی؟ نه نه. و هر سو که قارن شدی رزم خواه فرو ریختی خون ز گرد سیاه. آره. جوری که حالا خواست. پس جوری که ببینه آره. جوری که، ولی نه بهتره که به جایی که جوری که بگیریم بگیم که هر کجا که، چون کجا رو به معنی هر کجا به کار میبره. یه هر کجا که ببینه به هر سو و در مقابل به هر کجا، یعنی در واقع دو تا عبارت در واقع نسبت به هر دوتا با یک شکل دستوری دارن داره سامان میگیره. به نظر من سرانجام نوذر ز قلب سپاه بیامد به نزدیک او رزم خواه، چنان نیزه بر نیزه آویختند سنان یک به دیگر برآمیختند که بر هم نپیچد بر آن گونه مار، شان را چنین کی بود کارزار. این توقع نمی رفت از نوذر که بیاد وارد درگیری بشه، میگه اینجوری اونم که مثل در واقع، چون ببینن از اون طرف که داره افراسیاب می جنگه، افراسیاب در واقع همتراز با نوذر نیست، پشنگه که همتراز با نوذره. نوذر نباید با افراسیاب بجنگه اینجا، چون اگر شکست بخوره از افراسیاب خیلی داستان بد میشه. اگر پشنگ بود، حالا نوذر با پشنگ درگیر میشد اشکال نداشت، ولی به هر حال میگه که تعجب میکنه شاهان را چنین کی بود کارزار، میگه نباید این کارو میکرد، انتقاد میکنه. این انتقاد رو بعدها در واقع قارن دوباره از نوذر میکنه. چنین تا شب تیره آمد به تنگ برو چیره شد دست پور پشنگ. پس افراسیاب پیروز شد، از ایران سپه بیشتر خسته شد، وزان روی پیکار پیوسته شد. اون طرف افراسیاب پیکار پیوسته بود و از این طرف خستگی و جراحت و زخمی، تعداد بالای زخمی ها. به بیچارگی روی برگاشتند عقب نشینی کردند، به هامون برافکنده بگذاشتند. برافکنده، بر یعنی پیکر، برافکنده یعنی افتان و خیزان. به هامون برافکنده بگذاشتند، افتان و خیزان افتادن توی هامون و تو بیابان‌ها و در گودال‌ها و در سنگرهای کنده شده. دل نوذر از غم پر از درد بود، که تاجش از اختر پر از گرد بود. این چه تاجی بود بر سر نوذر؟ تاجی که روش پر از گرد جنگه، پر از جنگ گرد شکسته و عقب نشینی. چو از دشت بنشست آواز کوس، بفرمود تا پیش او رفت توس. نوذر دو تا پسر داشت، یکی توس یکی گستهم، که گستهم رو بعضی جاها به ضرورت وزن باید گستهم هم بخونیم، هم گستهم هم گستهم، هر دوتاش رو بستگی حالا به وزن باید خونده بشه. اما توس قاعدتاً باید بعد از نوذر پادشاه میشد، ولی نشد و ما این رو بعدها میبینیم، ولی فرمانده لشکر بود همیشه و بعد از نوذر از جمله در یه جنگ مهمی فرمانده رستم هم هست، در اون یک جنگ رستم و اشکبوس. برها چو از دشت بنشست آواز کوس، بفرمود تا پیش او رفت توس. بشد توس و گستهم با او به هم، لبان پر ز باد و روان پر ز غم. بگفتین که در دل مرا درد چیست، همی گفت چندی و چندی گریست. از اندرز فرخ پدر یاد کرد، پر از خون جگر لب پر از باد کرد. باد که از ترک و چین سپاهی بیاید به ایران زمین، وزیشان تو را دل شود دردمند، بسی بر سپاه تو آید گزند. میگه من پدرم اینو پیش بینی کرده بود و من هرگز به نصایح پدرم گوش ندادم.
نوذر به نصایح منوچهر گوش نداد، میگه پیش بینی کرده بود که ترک‌ها میان و حالا این دردمندی خودش، این احساس پشیمانی و خسران خودش رو میخواد به فرزندش منتقل بکنه. یادتون بیاد که پدران و مادران ما چقدر ما رو مینشوندن و به ما میگفتن اینجوری بود اینجوری بود اینجوری، ما نکردیم، ما گوش به حرف نکردیم، شما بکنید. باز ما دوباره میشینیم به بچه‌هامون میگیم که بابا ما اینجوری بود، ما رفتیم دنبال نمیدونم انقلاب و پرولتاریای جهانی، شما نکنید. شما دوباره اونا دوباره به بچه‌ها خودشون هم. یعنی این مثلی که در واقع نمیدونم چه سرنوشت شومیه که گریبانگیر ماست که ما نمیتونیم تجربیات خودمون رو به نسل‌های بعدی به خوبی منتقل بکنیم و ثبت بکنیم و داکیومنتیشن داشته باشیم، کلاسیفیکیشن داشته باشیم و خلاصه همه چی رو یه جوری خوب بتونیم بسازیم و بنویسیم و تجربه ها رو منتقل کنیم. اینجا هم باز دوباره میبینیم نشانهاش رو که در واقع نوذر داره چجوری با طوس و گستهم صحبت میکنه و میگه من گوش نکردم به حرفات. کجا گفت؟ مثل اون یاد اون جوکه افتادم که میگن که یه نفر میگفته که من پدر بزرگم به بابام همش میگفت بچه دار نشو، بابام هم به من میگه میگفت همیش بچه دار نشو، منم به بچه‌م خواهم گفت که بچه دار. کجا گفته بودش که از ترک و چین سپاهی بیاید به ایران زمین، وزیشان تو را دل شود دردمند، بسی بر سپاه تو آید گزند. ز گفتار شاه آمد اکنون نشان، فراز آمدن روز گردن کشان. کس از نامه نامداران نخواند، که چندین سپه کس ز ترکان براند. میگه اینقدر سپاه الان آمده که در هیچ یادداشتی و خاطره‌ای و کتاب تاریخی و نامه نامداران، یعنی تاریخ بزرگان، تاریخ شاهان، در خدای نامه ها هم چنین لشکری هیچ وقت ثبت نشده. شما را سوی پارس باید شدن، شبستان بیاوردن و آمدن، وزانجا کشیدن سوی رابه کوه، بدان کوه البرز بردن گروه. میگه الان من خواهم یه ماموریتی به شما دوتا بدم و اون نجات شبستان است. یعنی برید زنان، کودکان و غیر نظامیان رو در واقع از پارس بردارین و ببرین در رابه کوه که دست به اصطلاح طبق ترجمه بنداری ظاهرا یه بخشی از البرز هست و البته به صورت راوه و راوک هم در متون کلاسیک ما هست، یه کوهیه که معلوم هم نیست کجاست، مثل خیلی از کوههای شاهنامه از جمله خود البرز که معلوم نیست کجاست، یعنی از بعضی جاها به نظر میرسه در هنده، از بعضی جاها به نظر میرسه جای دیگه است. میگه وزانجا کشیدن یعنی شبستان را سوی رابه کوه، بدان کوه البرز بردن گروه، یعنی همون شبستان رو، از ایدر به راه سپاهان روید، وزین لشکر خیش پنهان روید. پس سپاهان ببینن مطمئنیم که با سین باید بنویسیمش، برخلاف آنچه که امروز با ساد بنویسیمش. نباید که آیت شما را گزند، از این بدکنش جادوی بدپسند، چو گردند آگاه ایرانیان از آن گزند. یعنی فرض میکنه که از این جادوی بدپسند، یعنی از افراسیاب، بر جان این پسران گزند میاد، فرض میکنه و بعد میگه که اگر چنین باشد، چو گردند آگاه ایرانیان از آن پس نبندند کین را میان. میگه شما دوتا اگه کشته بشین دیگه ایرانیان نمی جنگن. زکار شما دل شکسته شوند، بدین خستگی نیز خسته شوند. میگه درد روی دردشون میشینه و جراحت روی جراحتشون میشینه، جوری که دیگه بازنده مطلق خواهیم بود. ز تخم فریدون مگر یک دو تن، برد جان از این بیشمار انجمن. میگه بالاخره از فریدون باید یک کسانی بمونه. ندانم که دیدار باشد جز این، یک امشب بکوبیم دست پسین. من خیلی احساس برق‌بازی اینجا بهم دست میده، بکوبیم دست پسین. میگه این حالت ورق‌بازی که ما میگیم کوفتم آس رو زمین، دست پسین
دست آخر رو. شاید شاید معلوم نیست واقعا منظورش چیه، ولی به نظر میرسه که یک قماری رو داره میگه، دست پسین. چون ببینن این قمار به معنی دست قمار رو حافظ هم به کار برده، کسی نبود که دستی از این دغا ببرد، فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک، کسی نبود که دستی از این دغا ببرد. پس دست به معنی دست بازی و دست قمار در واقع وجود داشته توی فرهنگ ما، و اینجا هم به نظر من به معنی دست بازی و دست پسین، یعنی آخرین دست و آخرین شگرد، و در واقع میگه که امشب آخرین شگرد ماست، معلوم نیست ما زنده بمونیم یا نمونیم. و تو بعضی از نسخه ها بکوبیم نیست، بکوشیم هست، و همینجور تو نسخه بدلام میتونه ببینه. و مرحوم برگنیسی معتقده که بکوشیم یعنی بیدار بمونیم. میگه یک امشب بکوشیم دست پسین، یک امشب برای آخرین دست بیدار میمانیم. این معنی قشنگیه، معنی خوبیه. که دو تا شاهد هم ایشون ارائه میده، یکی از ناصر خسرو و یکی هم از یه فرد دیگری یادم رفته، که نشون میده که بکوشیم به معنی بیدار باشیم وجود داشته تو شعر ما. البته خودش هم با قید این که مطمئن نیستم و حالا نمیتونم ثابت کنم و کلی تواضع کرده، ولی به هر حال چیز کرده و این مثال رو، این دو تا مثال رو ذکر کرده. به هر حال من نمیدونم چی درسته چی غلط. ورژن من از معنی، نگاه من در معنی همون دست بازی است. ندانم که دیدار باشد جز این، یکم شب بکوبیم دست پسین. شب و روز دارید کاراگهان، میگه شما که رفتین جاسوس بفرستین این ور اون، بجویید هوشیار کار جهان، نرین اونجا به لهو و لعب و خواب و آسایش، هوشیار باشید. از این لشکر ار بد دهند آگهی، اگر ما کشته شدیم شود تیره این فر شاهنشهی، شما دل مدارید بس مستمند، کتابت چون این بود چرخ بلند. یکی را به جنگ اندر آرد زمان، یکی با کلاه مهی شادمان. میگه اینجوریه، افراسیاب الان موقع کلاه مهی بر سر نهادنشه، من هم موقع مردنمه، همیشه هم همینجوری بوده. تن مرده با کشته یکسان شود، میگه اونم میمیره، من کشته میشم ولی اونم میمیره. تن مرده با کشته هم با هم فرقی نداره، چه بمیریم چه کشته بشیم، تنامون که با هم فرقی ندارن. تن مرده و با کشته یکسان شود، تپد یک زمان با حوزش آسان شود. در چی یکسان میشه؟ در چی یکسان میشه؟ در این که یک روزی میتپیدند هر دو، کشته یک روزی میتپیده قلبش، مرده هم یک روزی قلبش میتپیده، ولی امروز هر دو قلباشون نمیتپیده. تن مرده با کشته یکسان شود، تپد یک زمان بازش آسان شود. خب بقیه شاهنامه رو هفته آینده داریم، بعد از بریک میریم سراغ مثنوی.